سرخط خبرها. وزارت خارجه چین از طالبان خواسته که برای حل سیاسی تن دهند. کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا در کشور. از ماه دسامبر سال 2019 میلادی به این سو نزدیک به 196 میلیون تن در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. و سازمان ملل بدون توافق صلح طالبان را به عنوان شریک نمی بینیم. سلام و درود خدمت همه شما بینندگان محترم سرویس خبری تلویزیون بامیان. قربان علی نوید هستم با مشروع خبرهای امروز. وزارت امور خارجه اعلام کرده که از سفر هیئت طالبان به چین خبر داشت و این کشور از طالبان خواسته است تا برای حل سیاسی تن داده و روابط خود را با تروریستان منطقه‌ای و بین‌المللی قطع نمایند. یک هیئت 9 نفری گروه طالبان برابر ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر گروه طالبان به دعوت رسمی چین به این کشور سفر کرده است. وزارت امور خارجه امروز چهارشنبه با نشر یک اعلامیه گفته که دولت چین برای ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی در افغانستان، حضور جنگجویان و تروریستان خارجی در کنار طالبان و حمایت این کشور از گفتگوهای صلح و توافق سیاسی هیئت طالبان را دعوت کرده است. اعلامیه می افزاید که دولت افغانستان انتظار دارد تا دولت چین در راستای تقویت اجماع منطقه‌ای و اعمال فشارهای بین المللی بر طالبان در جهت قطع خشونتها برقرار تشبست تأمین صلح و ختم حضور تروریستان خارجی در افغانستان نقش خود را ایفا نمایند. وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته 2821 مورد مشکوک به ویروس کرونا را آزمایش کرده است. از این میان 444 مورد آن مثبت تشخیص شدند. با ثبت آمار جدید ابتلا به ویروس کرونا، آمار مجموعی مبتلایان به کرونا در کشور به 145996 تن رسیده است. این وزارت افزود است که در یک شبانه روز گذشته 912 بیمار کرونایی بهبود یافته و این ترتیب شمار کل بهبود یافتگان به 95726 نفر رسیده است. از ماه دسامبر سال 2019 میلادی به این سو نزدیک به 196 میلیون تن در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس آمارهای رسمی در جریان روز سه شنبه 500 حدود 578408 واقع مثبت این ویروس در کشورهای مختلف به ثبت رسیده است. در این روز 9475 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نیز گزارش شده که با این حساب تعداد قربانیان این ویروس در جهان به بیش از 4,192,000 تن افزایش یافته است. گفتنی است که بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در آمریکا به ثبت رسیده. تاکنون بیش از 35 میلیون واقع مثبت و 627351 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس در ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده است. این در حالی است که با گذشت بیش از 1.5 سال از ثبت نخستین واقع مثبت ویروس کرونا در چین، منشأ اصلی شو این ویروس معلوم نمی باشد. و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که بدون پیشرفت در مذاکرات صلح و جلوگیری از نقض حقوق بشر، طالبان را به عنوان شریک نمی‌بینند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در نشست ویژه برد مشترک نظارت و انسجام که روز چهارشنبه 6 اسد در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، تاکید کرد که برای رسیدگی به مسائل طولانی مدت افغانستان، مذاکرات صلح باید به گونه جدی و با صداقت آغاز شود. سازمان ملل متحد هدف از برگزاری نشست ویژه برد مشترک نظارت و انسجام را بر رسمی از شناختن بحران کنونی در افغانستان از سوی تمویل کنندگان بین المللی و نیز مطمئن شدن آنان از چشمانداز استراتژیک حکومت افغانستان برای مدیریت این بحران عنوان کرده است. لاینز خاطر نشان کرد که تنها راه حل و فصل قضیه افغانستان سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح است که توأم با جدیت و صداقت باشد. و همچنان تصریح کرد که تمویل کنندگان اصلی بین المللی از سرکوب زنان، تبعیض علیه اقلیت ها، این کار آموزش دختران یا احکام یک دولت استبدادی حمایت نمی کند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که 18 میلیون شهروند افغانستان شدیداً به کمک های بشردوستانه نیاز دارد و باید نیازهای آنان در اولویت قرار بگیرند.
در همین حال این سازمان از دولت و حمایت کنندگان بین‌المللی خواست تا با نیازهای این مردم رسیدگی کند. دبرا لاینز افزود که سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد غیر نظامی در کنار مردم افغانستان و نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در این کشور ادامه می‌دهد. لاینز در این نشست تصریح کرد که این نشست در یک وضعیت بسیار فوق‌العاده حساس با تلاش برای حفظ دستورهای اساسی برگزار شده است. سپاس از توجهتان تا این دم. تا روز دیگر، خدایا را نگهدار شما. سلام پدر. علیکم سلام. حوالی لندن رسید؟ بله خیر ببینید دخترم، بسیار در وقتی کم. به خاطر که این دفعه از طریق صرافی برادران سروری فرستادم. در جای دیگر هم حواله میکند؟ بله، تمام شهرهای افغانستان و حتی کشورهای دیگه. بسیار خوب، بسیار خوب. صرافی برادران سروری انتقال پلوتان را در کمتر از 24 ساعت از لندن به افغانستان و کشورهای دیگر فراهم می‌سازد. با ما در تماس شوید. 2044 20 82 57 35 و 47